تکه‌ای از پلان‌های سریال آکتور رو من در قالب عکس جدا کردم، چیزایی که به نظر من از لحاظ بصری زیبا بودن و جای حرف داشتن که قرار بیشتر باهاتون در موردش صحبت کنم و بگیم که از چه تکنیک‌هایی استفاده شده، رنگ و نورش به چه شکله و برای چی اصلا این قاب‌بندی‌ها انجام شده. با من در ادامه همراه باشید. سلام، خوش اومدید به دنیای شگفت‌انگیز قاب‌ها و کانال من در یوتیوب. من فرزاد طاهری هستم و قصد دارم تو این ویدیو به شما از طریق سریال آکتور قاب‌بندی‌هایی که سلکت کردم رو به شما آموزش بدم. اما قبل اینکه وارد مبحث آموزش عکاسی بشیم، یه نقد کوچیکی از فیلم داشته باشیم که از کجا شروع شد، طرح اولیه‌اش چطور بود و به چه شکل. کارگردان سریال نیما جاویدیه که یه تجربه مشترک هم با نوید محمدزاده تو فیلم سرخپوست داره. ژانر فیلم متادرام هست که البته اسطوره کنجکاو کننده ای و نیما جاویدی به سبک خودش به سریال افزوده. اما الگوی نمایشی این سریال نمایش در نمایشه که اقتباس گرفته شده از نمایشنامه آنتونی شفر که روایت دو تا شخصیت اندرو و مایلو رو میکنه که ما در سریال نیما جاویدی عزیز علی و مرتضی رو داریم. حالا اینکه بعدها چقدر این دو شخصیت ها، این دو زوج ها به هم نزدیک خواهند شد باید ببینیم. اما اتفاق خیلی خوبی که افتاده این بوده که نیما جاویدی خیلی دوست داشته که خیلی متفاوت این سریال رو نشون بده و بابت این کار که خیلی نزدیک بشه به صنعت سریال سازی دنیا از استوری بورد استفاده کرده و همین استوری بورد تونسته خیلی فیلم رو جلو بندازه و قاب‌بندی های متفاوت به جا و درک جالبی از فیلم میتونیم ما داشته باشیم. اما یکی دیگه از متفاوت بودن این سریال و نزدیک شدن به سریال های جهانی به لحاظ استانداردی اپیزودیک بودن این سریاله. انگار بیننده هر دفعه، هر قسمت منتظر این که یک داستان جدیدی روایت بشه و ببینه. اما برسیم از تصویر برداریش. مرتضی نجفی خارق‌العاده به نظر من یک نخبه نوظهور در سینماست که با لانگ شاتاش، مدیوم شاتاش و فکر میکنم امضاش لانگ شاتاش باشه که خارق‌العاده بود، که حالا ما سه قسمت اول رو با هم بررسی میخوایم بکنیم. یه سری پلانهاش که به صورت عکس من سلکت کردم و با هم قراره بررسیش کنیم. نورپردازیش که بی‌نظیره و قراره یه قسمت من درست کنم فقط برای نورپردازی آکتور و کامل بهتون نشون میدم که نورها به چه شکل، از کجا و با چه سبکی نورپردازی شده. و صد البته صدا برداری عالی که با استفاده از آمبیانس تونسته حس بیننده رو نسبت به درک اون پلان بیشترش بکنه. حالا بریم سر اصل مطلب و در مورد عکس‌ها و قاب‌بندی‌های این سریال با هم صحبت کنیم. خب برسیم به عکس شماره اول که پلان آغازین این سریال بود که میبینید یه صخره است، یه آفتاب پرسته که تو یک سوم تصویر قرار گرفته شده و خط آسمون هم در یک سوم قرار داده و همطور که تو قسمت فلو تصویر یا قسمتی که ناواضحه دو تا ماشین میبینید و یه شخصی ایستاده و انگار دقیقا حرکت دوربین هم همین رو تداعی میکنه که به سمت این سوژه ها حرکت کنه و که البته اینجا یه سوتی هم داشت تصویر که حالا میتونستن دوباره به نظر من تصویر برداری بکنن که رفلکتوری بود که جابجا میشه و نوری که روی شن اتفاق میفته. اگه در مورد این پلان صحبت کنیم، یک سوم بسیار زیبایی انجام شده، اینکه سوژه نزدیک به دوربین بوده و آفتاب پرست حالتی که میاد بالا و حالا من این قسمت از پلان که آفتاب پرست کامل اومده بالای صخره رو انتخاب کردم. پلان بعدی تو ادامه عکس قبلیه که دقیقا به اون سوژه‌ای که فلو بود میرسه و فوکس اینجا اتفاق میفته و دو تا ماشین که وسطش یه شخصیه که داره با همون موزیک میرقصه و باز در یک سوم تصویر، اما اینجا خط آسمون نصف شده. اما عکس بعدی پلان لانگ شات های بی‌نظیر مرتضی نجفی که واقعا لذت می‌برم. یه لانگ شات میشه گفت تقریبا اکستریم لانگ شاته
و دو تا ماشین رو دارید مشاهده میکنید و باز خط آسمون تو یک سوم قرار گرفته و موتوری که در سمت راسته. چیزی که احساس میشه حالا اینجا یه ذره هموزنیه زیاد احساس نمیشه، به همین خاطر البته به روایت داستان هم تأثیر داره، با اینکه اینور دو تا ماشین هست و اونجا یک موتور و دو تا سوار موتور هست. و باز عکس دیگه از نوید محمدزاده رو دارید میبینید که نوید محمدزاده باز دوباره در یک سوم تصویر، یعنی همطور که دارید مشاهده میکنید تو گولد پوینت ها در یک سوم تصویر قرار گرفته شده، یا همون نقاط طلایی که ما میشناسیم، و باز خط آسمون در یک سوم پایین صفحه دیده میشه و در یک سوم تصویر سمت چپ هم شما یک جاده ای رو میبینید که کاملا فلوه و یک جور حس ابهام، اینکه اونجا هیچ کسی نیست و این چیزها رو میتونه القا کنه. در مورد نورپردازیش هم که میبینید دیگه چقدر نور کنترل شده رو صورت ها هست، با اینکه احساس میکنه که ظل تابستون، ظل ظهر، البته تابستون نیستش که چون نوع پوشششون کاملا مشخصه که حالا نور کاملا داره با شدت میتابه. در مورد چیزی که بهتون توضیح دادم، نماهای پایین به بالا، این یکی دیگه از همون مثال هاست و طریقه قرارگیری بازیگرا رو اگه مشاهده کنید و نوید محمدزاده که تقریبا وسطشه، این چیدمان شلوغیه و خیلی خارق‌العاده است و نمای پایین به بالایی که گرفته شده و سری که نوید محمدزاده بالا گرفته، قطعاً به نظر من همه اینها با استوری بورد انجام شده، یعنی از قبل کشیده شده و این قاب بندی ها انجام شده. نمونه دیگرش هم باز دارید با تصویر میبینید که نوید محمدزاده با دست درخواست سویچ داره، اگه اشتباه نکنم تو این پلان. این عکس دیگر مشاهده میکنید که خب ما خیلی وقتا اگر این تصویر، یعنی اگر عکس از بالاتر گرفته میشد، یعنی از این قسمت، اصطلاحاً بهش میگن اوورشولدر، اما کاری که کرده خیلی وقتا من فکر میکنم یه سری از ساختار شکنی ها واقعا میتونه خیلی از تصاویر رو زیبا کنه و یه ساختار شکنی کرده که حالا به جای اینکه از اوورشولدر همیشگی استفاده کنه، از قسمت دست اون شخص استفاده کرده و همینطور که به خاطر اینکه پر اباحت نشون بده نوید محمدزاده رو، شاید میتونه این عکس هم گرفته باشه که باز در یک سوم تصویره. میبینید چقدر پلان ها مینیمال و جذاب. پلان دیگه، یعنی من فکر میکنم این اولین پلانی بود که هومن برق‌نورد با این گریم خیلی فوق‌العاده‌اش خواست نشون بده. خیلی وقتها کانسپشوال این تصاویر گرفته میشه، حالا چه به صورت فیلم برداری چه به لحاظ عکاسی. ورود این بازیکن به این سریال، بازیگر به این سریال، از طریق آینه بود، یعنی شخصیه که میتونه دو تا شخصیت داشته باشه رو نشون بده حتی توی مفهوم و درک این فیلم. و ببینید چقدر قشنگ تو یک سوم کامل تصویری از هومن برق‌نورد و در آینه دو سوم هومن برق‌نورد و یک سوم هومن برق‌نوردی که داخل آینه است. هدف از گفتن اینها، خیلی وقتا شما یک عکس خوب رو میبینید میگید سوژه رو کجا قرار بدم، بک‌گراند مهمه که شما دقیقا سوژه رو کجا قرار بدید و ببینید چقدر به جای این اتفاق ها میفته. مثلا مثل این عکس، عکسی که از پشت صحنه دارید شما مشاهده میکنید این عکس رو و نور از سمت حاضرین و جای تماشاگرها داره میاد و نوید محمدزاده‌ای که در روی یک صندلی نشسته و نوری که از لای اون پرده داره به نوید محمدزاده میتابه و صندلی که خالیه و اونجا نور نیست و دقیقا نوید محمدزاده جایی هست که نور هست. خیلی واقعا میشه مفهومی در مورد این عکس ها صحبت کرد. باز دوباره در یک سوم قرار داده و واقعا بی نظیر. یک قاب جذاب دیگه از مرتضی نجفی، نوید محمدزاده رو میبینید که در کنار یک آینه ای که نیمه هست و نیمه پایینش تاریک، نور آباژور نخورده بهش و اون نور آباژور به صورتش خورده و شما نور صورت نوید محمدزاده رو در واقع دارید در آینه میبینید
و در واقع تاریک اون قسمت و نور بالا که آباجور فوق العاده حرفه‌ای نور پردازی شده، کنترل نورها، اوور اکسپوژرها کاملا فکر شده انجام شده و باز یک سوم در هر دو تصویر و شاید در این پلان هم ابهام، نقاب داشتن، دو چهرگی و خیلی چیزهای دیگه که بودن تصویر خود آدم در آینه معنا میتونه داشته باشه نسبت به روایت داستان دیده میشه. و اما تصویر پایانی قسمت دوم، تصویری که این خیلی ها پرسیدن که این فضا کجا بود که تم دکتر و پرستار رو گذاشته بودن، این کاخ مرمر کرج هستش که دارید میبینید این هفت نوری که بالا توی سقف هست، دری که باز شده و سوژه که دقیقا وسط قرار گرفته شده با یک لنز واید ابهت این فضا رو بیشترش کرد. عکس دیگه از نگاه یا پی او وی اون شخصی که پشت ماشین نشسته که باز تقارن اون نگهبانی که داره در رو باز میکنه، خطوطی که روی در هست و باز این به جذابیت این پی او وی اضافه کرد. و اما یک پلان بسیار زیبا، یعنی چیزی که تو عکس دیگه گفتم که کار کارگردان یا کار نورپرداز تصویربردار این که از یک شیشه چه استفاده ای میتونه باشه. شما ببینید یک سکوریت کاملا کثیف رو در کنارش نوید محمدزاده و احمد مهرانفر ایستادن و با دستش حالتی اون گیریم رو که اتمام کار هست داره میکشه، نوری که از پشت خورده و سایه اینها روی این شیشه سکوریت رو دارید میبینید که فوق‌العاده خیلی خوب و به جا هم تونستن یه قسمتش رو تمیز بکنن و جای درستش قرار بدن. و خب چیزی که داره کشیده میشه انگار دماغش حالت پینوکیو داره و اینکه میتونه دروغ رو اونجا تداعی کنه که واقعا هم انگار یه جوری رکب میخورن، قرار بود که پول دو سه تا رو بگیرن و اومدن گفتن همین پول برنامه رو بگیر که دعوا شد و غیره. منظورم این که این پلان ها میتونه تداعی روایت اون داستان هم باشه که به خوبی هست. شاید خود به خودی خود این عکس جدا از این که نورپردازی عالی داره که سایه خورده رو شیشه و اینها تو یک سوم تصویر اونجا قرار گرفتن چیز دیگه ای نداشته باشه، اما وقتی وارد روایت داستان بشیم مثل خیلی از جوجمانهایی که عکاس ها برگزار میکنن، نمایشگاه هایی که میذارن، میبینید که به جای سفر میکنن و روایتی رو عکاسی میکنن رو و به نمایش میذارن. این عکس میشه گفت قاب تو قاب از داخل اون خونه که تاریکه، که درش نیمه بازه گرفته شده و تصویری که تشویش، استراب و ترس رو داره تداعی میکنه. عکس دیگه که دارید میبینید قسمتی که هانیه توسلی داره وارد اتاقش میشه و باز نوری که از پشت به شیشه میزنه و بعد کامل وارد میشه، یه قسمتی کامل اوور اکسپوژر میشه که تو عکس دارید میبینید صورتش کاملا دیده نمیشه و باز دوباره یک سوم تصویر هانیه توسلی که در وسط اون سه پنجره قرار گرفته شده و نوری که باز اوور اکسپوژر و به نظر من کاملا کنترل شده است. خب امیدوارم که چیزایی که بهتون گفتم یک نگرشی، یک ذهنیتی به شما داده باشه که میشه یه عکس هم اینطوری دید، تفسیر کرد. با همدیگه سه قسمت اول و عکساش و اون پلانهایی که به نظر من جذاب بود رو با همدیگه بررسی کردیم. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه، یک ذهنی براتون باز کرده باشه که پلانها به چه شکل گرفته میشه، برای چی گرفته میشه، به لحاظ زیبایی بصری اگر چه کنیم بهتر میشه. حالا با اینکه غالبا از یک سوم تصویر استفاده میکردن و از تقارنها استفاده میکردن، تعادل و خیلی چیزهای دیگه. امیدوارم که براتون مفید بوده باشه. قسمت‌های بعدیشو از دست ندید. سه قسمت من میام در مورد پلان‌های مختلفش باهاتون صحبت می‌کنم. قسمت نورپردازی که اصلاً از دست ندید. من میتونم بهتون بگم بی‌رقیب من این سریال رو برای شما تحلیل و بررسی می‌کنم و براتون باز می‌کنم که به چه شکل و به چه صورت داره نورپردازی میشه. امیدوارم که هر جا هستید سلامت،
و شاد باشید. بدرود.